از این چیزا دارن، این شبکه های جمهوری اسلامی میمونن. بهشون برخورده بود، اومدن اعلام کردن، نام ما رو نیوردن ولی خطابشون مشخص بود به ماست، اعلام کردن که شما حق ندارید، یعنی به ما هشدار دادن که شما حق ندارید ما رو با عربهای کثیف و مسلمونا مقایسه بکنید. من هم از اونجایی که خوزستانی ام و با هم میهنان عرب زبان بزرگ شدم و حتی اگه خوزستانی هم نبودم تعصب همه ملت ایران رو دارم، چه از مشهدش تا تبریزش، چه از زاهدانش تا اهوازش. من ناراحت شدم دیدم اینا واقعا هم آلوده به همون اندیشه نژاد برترن که توی تورات اومده و خودشون نژاد برتر میدانن، خودشون رو بالاتر از همه میدانن، اعتقاد دارن غیر یهودیان کثیف و نجسن و اعتقاد دارن که خدا سه نمونه آدم آفریده، یه گروه آدم اصلی هن که خدا یا یهوه از روح خودش در اینها دمیده که اینها از نسل آدم و حوان و نژاد برترن، گروه دوم جانوران دوپای سخنگویی هستن که در خدمت یهود هستن که اونا میتونن زنده بمونن، گروه سوم هم جانوران سخنگوی دوپا، منظورشون آدمای غیر یهودیه که با یهود و اهدافش مخالفن و باید کشته بشن. یعنی طبق فتوای خاخامای یهودی من و شما و کدوان کمالپور باید محدور و دمیم و باید کشته بشیم. من هم امروز به اینها هشدار دادم که بار دیگر اگر به بخشی از ملت ایران توهین بکنید به گونه دیگری پاسخ شما داده خواهد شد. کدوان کمالپور گرامی، خواهش میکنم، درود بر شما که یادآوری فرمودید. کدوان کمالپور گرامی، صفر تصنیه بخش 25، من یه جایی رو توی پرانتز قرمز گذاشتم، از آغاز تا پایانش رو بزرگواری میتونید بفرمایید یا من بخونم؟ اجازه بدید من اول پیدا کنم صفر تصنیه. آره، بعد از اون امام جمعه بندر عباس رو دعوای خرید و باب 25. بله بله. اگر برادران با هم ساکن باشند و یکی از آنها بی اولاد بمیرد، پس زن آن متوفا خارج به شخص بیگانه داده نشود، بلکه برادر شوهرش به او در آمده او را برای خود به زنی بگیرد و حق برادر شوهری را با او به جا آورد و نخست زاده که بزاید به اسم برادر متوفای او وارث گردد تا اسمش از اسرائیل محو نشود. و اگر حالا تا اینجاش میگیم بد نیست، خیلی مهربون بودن، اینو زیاد حالا بعدش ببینیم چی میشه. و اگر آن مرد به گرفتن زن برادرش راضی نشود، آنگاه زن برادرش به دروازه نزد مشایخ برود و گوید برادر شوهر من از برپا داشتن اسم برادر خود در اسرائیل انکار میکند و از بجا آوردن حق برادر شوهری با من ابا مینماید. پس مشایخ شهرش او را طلبیده با وی گفتگو کنند و اگر اصرار کرده بگوید نمیخواهم او را بگیرم، آنگاه زن برادرش نزد وی آمده به حضور مشایخ کفش او را از پایش بکند و به رویش آب دهن اندازد و در جواب گوید با کسی که خانه برادر خود را بنا نکند چنین کرده شود. تا اینجا بود؟ نه این رو ادامه بدید تا صفحه تمام بشه و اون ستاره‌ای که اول صفحه بعده. اوکی. و نام او در اسرائیل خانه کفشکنده خوانده شود و اگر دو شب ببینید نامگذاری هم کنده، آره کرده، یعنی اون نخواسته اون زنه رو بگیره. بابا شاید زنه 50 سالش بوده، این بچه 20 سالش بوده، ولی نه دیگه، باید نام اون فرد تا روزی که زنده بود بهش میگفتن خانه کفش کنده، یعنی کسی که کفش رو از پاش کندن جلو همه به صورتش آب دهان انداختن. حالا از این پوزش میخوام جواب کمال بود دکتر مراد، پس این آقای منوچ توی اون زیرزمین استدیو به این آیه استناد میکنه اون کار رو انجام میده؟ پس منوچه رساچمچی با نام جعلی منشه امیر به تک تک این آیه ها باور داره، شک نکنید. اونا میدونم، یعنی مستندش این، اگه سوال کنن ازش که آقا چرا اول تو اون اتاق بعد پشت توی استدیو جلوی دوربین، خب این دوباره دیگه کی گفته خداشون چیه؟ نه سعید جان دقت نکردی منوچهر ساشمچی این کارو میکنه که توف نندازن تو صورتش. بریم ادامه بدین لطفا، خواهش میکنم. بعد اگه توف کم آورد بعد چیکار کنه آقا قاسمی؟ حالا
حالا شما لطفا فاکتور بگیرید این قانون بعدیش رو بخونید ببینید به راستی مشمئز کننده است. یعنی تمام قوانین این کتاب انسان ستیزان است و در راستای منفجر کردن یک جامعه از همدیگه است و اخلال در نظم عمومی. شما ببینید این رو بخونید لطفا. بله، حالا ادامهش خیلی جالب شد و میگه که خانه برادر خود را بنا نکند چنین کرده شود و نام او در اسرائیل خانه کفش کنده خوانده شود و اگر دو شخص با یکدیگر منازعه نمایند، یعنی دعوا کنند، و زن یکی پیش آید تا شوهر خود را از دست زننده اش، یعنی شوهر طرف داره کتک میخوره، زنش میاد کمک کنه، از دست زننده اش رها کند و دست خود را دراز کرده عورت او را بگیرد، یعنی آلت تناسلی مردی رو بگیره که داره شوهرش رو میزنه، پس دست او را قطع، به به، دست او را قطع، دست او را قطع کن و چشم تو بر اون ترحم نکند. بابا زنه میبینه دارن شوهرش رو به قصد کش میزنن، دستشو دراز کرده، یه ببخشید پوزش میخوام، فشار بده که اون طرف دردش بگیره، شوهرش بیچارهشو ول بکنه. خدای اینها به موسی میگه هیچ رحمی به اون زن نکن و دستشو قطع کن و چشم تو بر او ترحم نکند. بله، و دست او را قطع کن و چشم تو بر او ترحم نکند. شما ببینید تو را به خدا، ما این کتاب پر است از این مسائل. ببینید من چند جاشو علامت زدم، شاید 100 جاشو میتونیم برای شما بخونیم. من ببینید یه بخش دیگه هم هست، این رو کتاب در موارد مال کتاب دوم سموئیله. من ببینید همه رو علامت زدم، یعنی اصلا شگفت انگیزه. ما اگه امروز برسیم بحث تلمود رو با شما باز بکنیم، میبینید که تلمود از خودش در نیورده که گزارش توراته. از اینجا آقا همخوابگی رسمی خواهر باش با چیز خواهره به برادرش میگه به زور به من تجاوز نکن، دختر داوود به برادر خودش که پسر داووده میگه به من تجاوز نکن، تو منو اگه از بابا بخوای بابا منو بهت میده. اصلا شگفت انگیزه. ببینید دوستان، یه مسئله ای که اینجا هستش در رابطه با این عناوینی که داره توضیح داده میشه، ما اصلا کاری به تفکرات و عقاید یا ایدئولوژی مذهبی هیچ کسی نداریم. ایرانیانی که خارج از کشور دارن زندگی میکنن یا حتی همیهنان اون در داخل کشور، در طول این سالیان سال شاهد این بودن خیلی از ایرانیان رو طبق حکم صادره از محاکم قضایی محکوم کردن به قطع دست، محکوم کردن به قصاص نفس، محکوم کردن به نمیدونم چیزایی که الان شما وقتی کتاب تورات در بخش‌های مختلف در عهد عتیق یا همون تنخ در پنج بخش اصلیش رو ملاحظه می‌فرمایید، دقیقاً ریشه احکام اولیه اسلام که در قوانین مجازات اسلامی در دادگاه‌ها داره اجرا میشه، ریشه در اسلام داره و اسلام ریشه در تورات داره. در واقع شما وقتی تورات رو تازه می‌خونید در میابید که اسلام یه شکل مدرنیزه از توراته. اومدن یه دستکاریایی کردن. حالا در ادامه برنامه شما خواهید دید که چه بخشهایی از مراسم و مناسبات توراتی که نوشته شده برای نیایش و آیین‌هایی که دارن دستکاری شده، خوشگلتر شده، دیزاین شده، میکاپ شده، رفته تو کتاب قرآن قرار گرفته و مسلمان ها الان دارن انجام میدن. بعد همون مسلمان هایی که کتاب تورات رو دارن انجام میدن بر علیه اسرائیل و یهود و اینا جبهه میگیرن و میگن باید کشته بشن. آخه این همه تناقض و پارادوکس های رفتاری و در ایدئولوژی مذهبی از کجاست؟ خب معلومه این اتفاقات نمیذاره ایران آزاد شه، چون شما مردم رو درگیره یک سری خرافه های مذهبی کردن. حرف بزنی میگه قرآن، حرف نزن سنگ میشی یا برای یهود میخوای صحبت کنی، برای تورات میخوای صحبت کنی، میگن ضد یهودن.
چطور اون آمریکایی که میاد علیه اسرائیل و علیه تورات و تورات و یهود حرف میزنه، چرا کسی به اونا نمیگه شما ضد اسرائیلی و ضد یهودید؟ چرا ما ایرانی ها بیایم از حق حقوق خودمون برای ایران دفاع بکنیم، از کشورمون دفاع کنیم، بلافاصله یه دونه انگ ضد یهود و اسرائیل ستیزی باید زده بشه؟ اینجاست که تابو میسازن، شما رو در تله گیر میندازن، تارهای عنکبوتی براتون تنیده میشه، گیر میکنید تو تار، هیچ موقع هم بیدار نمیشید، یه موقعی به هوش میاید که خوش شده هستید دیگه، کاری نمیتونید بکنید. ما میایم این تار عنکبوت ها رو پاره میکنیم، این تابوها رو میشکنیم و واهمه ای هم ندارید. میخواید بگید اسرائیل ستیزیم، تا جایی که نفس دارید بگید. میخواید بگید کدبان کمالپور گرامی، مگر به درستی فرمودید؟ مگر اینا همه چیزی که متعلق به اسرائیل باشه رو مقدس میدونن، برای همین همچین برچسبایی رو به ما میزنن؟ مگه انتقاد از جمهوری اسلامی به معنای ایران ستیزی است؟ مگر انتقاد از اسلام به معنای مسلمان ستیزی است؟ که انتقاد از تورات و تلمود به معنای یهود ستیزی، یا انتقاد از سیاست های ایران ستیزانه دولت اسرائیل به معنای یهود ستیزی باشه؟ حرفی آقای قاسمی زد خیلی باحال بود، خوشم اومد، گفتش که این صحبت‌های شاهنشاهه. حالا بیاید بگید شاهنشاه آریامر هم اسرائیل ستیز بوده، یهود ستیز بوده. خب اون روزی که شاهزاده رضا پهلوی، آقایون و خانمایی که ادعا می‌کنین تو اسرائیل نشستید، از قلب اسرائیل شاید مثلا 3 وجب پایین‌تر از قلب اسرائیل دارید برنامه می‌سازید و حرف می‌زنید. منظور چوندر عاشقه؟ حالا اون که دقیقاً 1 وجب زیر ناف اسرائیله، اما شما که این حرفو میزنید، چطور شاهزاده رضا پهلوی زمانی که در تجمعات مردم خارج از ایران صحبت کردن، در یک مصاحبه گفتن کسانی که پرچم اسرائیل و آمریکا رو در تجمعات مردم میارن احتمالاً نیروهای نفوذی جمهوری اسلامی هستند، چرا پس به شاهزاده رضا پهلوی انگ اسرائیل ستیزی و یهود ستیزی و آمریکا ستیزی نمیزنید؟ چرا جرأت نمیکنید؟ فقط ماهی که میاییم اطلاع رسانی میکنیم، روشنگری میکنیم، به خاطری که صحبتها رو به حاشیه ببرید، صاف یه تابلو بزنید، تمام، زی خیال باطل. اگر شما قبول کردید هر لحظه‌ای که عشقتون کشید یک پدر پولداری پیدا کردید، یک پدر خوشتیپی پیدا کردید، طلاق ننتون و مادرتون رو بگیرید ببرید صیغه اون شخص بکنید، به ماها ربطی نداره، به ماها ربطی نداره، ما همه چیزمون ایرانه. حالا شما دوست داری یه روز پدرت اسرائیل باشه با مادرت عقد کنه صیغش بکنه، یه روز دوست داری مثلا موزامبیک این کارو بکنه، یه روز دوست داری زیمبابوه این کارو بکنه، یه روز هم دوست داری قطعا بره مثلا زیر چه میدونم فلان. تمام. کدوان کمالپور گرامی، میتونم از تون سپاس از سخنان ارزشمندتون، میتونم از تون خواهش کنم که ویدئوی شماره 14 رو ببخشید، ویدئوی شماره 4 رو نشون بدیم؟ بله. که ببینید ایرانیان یهودی که از اصیلترین ایرانی ها هستن و دست کم 25 سدس در ایران دارن زندگی میکنن، اون زمانم که سن پایین اکثرا ازدواج میکردن، هر سال 5 نسل اگر حساب کنیم 125 نسل در ایران زندگی کرده، بعد طرف 30 سال رفته اسرائیل میگه وطن من اینجاست. خب بغیر از اینی که با یه مش خزعبلات توراتی و تلمودی هم میهنان ما رو از ما گرفتن، هم میهنان ما رو شستشوی مغزی دادن، فرق اینا با اون سپاهی یا بسیجی که میگه من به ملیت اعتقادی ندارم و جهان اسلام و به امت اسلامی باور داره چیه؟ اون یه طوری دیگه، اون جهان میهن شده و میگه یا نمیدونم خانش جهان اسلامه و مرز نمیشناسه، میگه همه جهان اسلام میهن منه، باورمند به امت اسلامیه و خودش رو وقف کشورش نمیکنه، به یه اندیشه نادرست و گمراه کننده باور داره. از این طرف هم این بخشی از هم میهنان ما رو با این چرند و پرند تورات و تلمود شستشوی مغزی دادن، طرف دست کم 125 نسل در ایران زندگی کرده، 20 سال 30 سال 40 سال رفته اونجا، اسرائیل شده وطنش. ببینید برخی از هم‌میهنان ما در لابلای این ویدیو که حالا ببینید رادیو فردا اگه نادرست نگم یا نمیدونم چی درستش کرده، این ویدیوها رو ما به عنوان سند و مدرک نشون میدیم
بخشی از این کسایی که این ویدیوها رو درست کردن اینا مورد تایید ما نیستن، اینطوری نیست ما اگر این برنامه رو داریم نشون میدیم از یه جای اون بخش مورد تایید ماست، نه این گونه نیست، ولی اینا چون سند و مدرکه ما مجبوریم اینا رو به شما نشون میدیم. ببینید که همیهنان ما چی میگن، بعضیشون که راستگوان و مهر به ایران دارن اعلام میکنن چی میگن، میگویند که اینجا ما گروگان گرفته شدیم، گذرنامه هامونو گرفتن، پدرم گریه میکرد شب و روز میخواست برگرده ایران، نهادهای امنیتی اسرائیلی نمیذاشتن. یه خانم میگه پسرای من اینجا به دنیا اومدن، ایرانیه اون خانم، میگه ولی به من میگه برای چی ما اومدیم اسرائیل. شما ببینید من از همینجا در رستاخیز سیمرغ علیه این صهیونیستای پارسی زبان در اسرائیل در این رادیو تلویزیونای فکستانی اعلام جرم میکنم، همیهنان من اعلام جرم میکنم علیهشون به دلیل تبعیضی که علیه همیهنان ایرانی ما، ایرانیان یهودی در اسرائیل و جای دیگه اینها قائل شدن. شر بر شما باد. من ببینید از نشریه بیداری که در آمریکا به چاپ میرسه کلی مطلب دارم امروز برای شما نشون بدم و بخونم. ببینید این همین صهیونیستای پارسی زبان با کثافتکاری صدها خانواده ایرانی یهودی رو از هم پاشوندن، بیچاره کردن، درگیری خانوادگی ایجاد کردن، یهودی‌ها رو به جان هم انداختن. کیا؟ همین صهیونیست‌های پارسی زبانی که در اسرائیل مزدور دولت اسرائیل و نهادهای امنیتی هستند و به جان همیهنان ایرانی ما در اسرائیل افتادن و بیان سخنان بزک شده رو در این رادیو تلویزیون‌های فکستنیشون به مردم ارائه میدن و حقیقت ماجرا رو برای شما فاش نمی‌کنن. حتما شما اون بخشایی رو که پوزش میخوام زمان زده شده در برابر خودتون دارید یا من بتون یادآوری بکنم؟ کدوم قسمت ها ای دکتر؟ بله ویدئوی شماره 4 هستش. بله ویدئوی شماره 4 آماده است، پخش کنم الان. آره از دقیقه 2:22 تا 4:07. بله. و از دقیقه 5:25 تا 5:50. بله اجازه بدید من دیگه برم روی پخش. بس پس شما این زمانا رو دارید؟ بله 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 بله. سپاسگزارم. توقف اول من در مرکز تل آویو است، در بازار لوینسکی. اگر در اینجا قدم بزنید از شنیدن کلمات فارسی که در فضا همچون هوا در جریان است شگفت زده می شوید. روی در بازار اصفهان به دنبال سرایی یا مطعمی می گردید. ارزشی که بین پایین همه دیگه ایرانیه، هر از این فروشی که ببینیم اینجا ایرانیه. بهروز خوبیان اولین کاسب محل است که در برابر دوربین من سخن می گوید. مهاجرت سخته، مخصوصا واسه سن بالا. ما بچه بودیم اومدیم، بالاخره مدرسه بودیم، این وقت بودیم، این وقت بودیم، سن بزرگ خیلی سخته مهاجرت. وطن رو کجا میدونی برای خودت؟ اینجا چون هرچی باشه 40 سال اینجا میدونی. اینجا سر که میچرخانی از فالوده شیرازی با عطر گلاب تا بوی دلپذیر شنبلیله قرمه سبزی جا افتاده را می توانید مزه مزه کنید، تا خاطره یک ظهر داغ بازار تهران، شیراز، تبریز یا مشهد درونتان جام بگیرد. شنبلیله من بخونم یه 100 گرمی هست و 300 گرمی. وطن ما مطمئنه که اسرائیل، ولی اسرائیل شما فهمیدین 55 ساله اسرائیل هست. بله دیگه برنگه خاطرهای خوبی از ایران داریم، بعدی نداریم. بله یه سر بینیم خب اینجا زندگی میکنیم، اینجا من تمام چیزمون اینجاست. من 5 ساله چیز نبودم، بزرگ نبودم که خاطرم به اون سنی آدم نیم. در ایران اما اهالی کسبه ایرانی تبار بازار لوینسکی در تل آویو نظرات متفاوتی درباره محل تولدشان دارند. خیلی سخته، سوال سختیه. ایران رو دوست دارم ولی وطن من اینجا، من همیشه میخواستم بیام اینجا. البته من تو ایران به دنیا اومدم، خیلی خاطرات خوبی دارم از اونجا. وطن یهودی های اسرائیل دیگه، انگار ما همه مثلا اینجا به دنیا اومدیم ولی در هر جایی دیگه به دنیا اومدیم. آی دکتر بفرمایید. بله دیدید همیهنان گرامی این بخشا رو و به قول گفتنی دیدید که واضح بود کدوان. بله کاملا. بله.
دیدید که هم میهنان ما چه گفتن، فکر میکنم این نیاز به توضیح و تفسیر زیادی نداشته باشه، ولی بذارید من یه سری مطالب رو براتون بخونم. چند روز پیش تو این رادیو پارس اسرائیل یه آقای زنگ زد، سه تا مجری بودن، این پریسا و کامران و یه خانم دیگه، یه کلاشاپو هم سرش گذاشته بود، و یه آقای زنگ زد از آمریکا به نام یوسف دان، دانم میشه مار، یعنی آقای یوسف مار از آمریکا زنگ زدن که من روی کبدم یه خالی بود، دکتر تشخیص داد باید نمونه برداری بشه، و به قول گفتنی ما رفتیم برای نمونه برداری، اومدن موقعی که منو ببرن برای اتاق عمل دیدن من تب دارم، برنامه به هم خورد. حالا من دارم اینو خیلی کوتاه شده به شما میگم، و برنامه به هم خورد و من بعدن یه پاسخ امارایی از چند سال پیش داشتم و اونی که تازه داشتم پیش پزشک دیگه بردم، پزشک گفت نه این خال روی کبد شما از چند سال، از 9 سال پیش بوده و شما نیاز به نمونه برداری ندارید، گفت به خواست خدا من از اینکه دست به کبدم بزنن نجات پیدا کردم، به برکت این معجزه من اون پول کلونی رو که داده بودم به بیمارستان برای انجام چند یکی دو تا عمل و کارهای پزشکی گذاشتم تو پاکت، یه راست فرستادم یشیوا در اورشلیم، یه دفعه اونا هم عربده زدن شبات شالوم شبات شالوم. خب بعد اینا میگن ما مذهبی نیستیم. یشیوا چیه؟ یشیوا حوزه علمیه داخل اورشلیمه، مدرسه های دینی یا مذهبی یا حوزه علمی است. انگار که یکی زنگ بزنه به رستاخیز سیمرغ، از بیننده های همیشگی رستاخیز سیمرغ باشه، بگه همچین اتفاقی برای من افتاده، من پول کلون رو گرفتم تو پاکت، گرفتم از بیمارستان گذاشتم تو پاکت مستقیم فرستادم برای حوزه علمیه تو قم، بعدن کدوان قاسمی و کدوان کمالپورم فریاد بزنن الله و اکبر صلوات نمیدونم فلان. خب شما چه برداشتی میکنید؟ عجب مثال زد اینا. آره دیگه، مثل که مثلا شما پوزش میخوام عربده بزنید به جای شبات شالوم بگید الله و اکبر نمیدونم صلوات، یه صلوات هم بفرستید. خب بینندگان شما خب مشخص میفهمن شما چه باوری دارید. خب برای اینا هم همینه، اگه کسی این کارو بکنه، میدونم که شما 100 سالم بگذره همچین کاری نمیکنید، پوزش میخوام این مثال رو آوردم برای که واضح باشه برای همه. خب آقای دکتر شما فکر نمیکنید این حرکات، حالا نه صرفا اولا که اسامی که در این برنامه آورده میشه اگر انتقادی یا اعتراضی دارن این حقو دارن، اگر تمایل داشته باشن میتونن بیان صحبت کنن، میتونن بیان نظرشون رو بگن یا انتقاد کنن، بگن نه این حرفی که شما میزنید به این دلایل اشتباه، دلایل خودشون از نظر حالا تورات چه، با توجه به اینکه آقای دکتر مهراد عزیز اسامی رو آوردن میتونن بیان نظراتشون رو بگن، اصلا مهم نیست. اما آقای دکتر من حاضرم، من حاضرم با خاخام حراف بر تو مناظره بکنم، از همینجا بگم. با کی؟ با خاخام؟ با روحانی که تو برنامه رادیو پارس اسرائیل میاد تورات و تلمود میخونه. من تا اونجایی که از اطلاعات شما آگاهی دارم اونایی که پخته شده هستن هم نمیتونم با شما مناظره کنم، چه برسه به اینا که هنوز خامن. اما سوالی که من از شما دارم، سوال من آقای دکتر دقیقا اینه که با توجه به این شعاری که در کشور اسرائیل داده میشه که حکومتی که در اسرائیل هست کاملا سکولاریسمه، از نظر شما اینا در تعارض نیست؟ یک نوع ضد و نقیض یا همون پارادوکس حکومتی منظور نمیشه؟ دروغه، اینا دروغی بیش نیست. من امروز تو برنامه میرسیم به شما نشون میدم اصلا بیشتر احزاب اسرائیل احزابیه که حول پایه باورشون تورات و تلموده. چطوری اسرائیل میتونه سکولار باشه؟ ببینید یه بحثی ما در شیعه به نام تقیه داریم، خب به خاطر اون ابن سبع یهودی که ابن سبع یهودی بود که بعد شیعه شد، اصلا میگن شیعه رو اون یه جورایی پایه‌گذاری کرده، یهودی یمنی بوده اگه نادرست نگم، ابن سبع. خیلی از بحث‌های یهودی که در میان سنی‌ها نیست در شیعیان هست. مثلا سنی‌ها نماز 5 بار می‌خونن، شیعیان 3 بار، یهودی‌ها 3 بار. سنی‌ها خمس ندارن، یهودی‌ها دارن، شیعیان هم خمس دارن. سنی‌ها موقع نماز چیزی رو در به پیشونیشون نمی‌چسبونن، ولی شیعیان مهر دارن و این مهر هم از همون تفیلین یهودی میاد که امروز به بینندگان نشون میدیم. تفیلین اصلا چی هست؟ تفیلین همون کعبه است. خب اینا رو ما به شما نشون خواهیم داد و اینها دروغی بیش نیست. ببینید من امروز هم یه اشعاله نمیخوام برم چون فرتورا رو به ترتیب چیدیم، ولی به شما نشون میدیم که آقای یوسف عوادیا یوسف
یکی از بزرگترین خاخامای یهودی که سال 2013 مرد، این آقا رهبر حزب شاس بود. حالا خوب نام دیگه این نداره، اسم شاسه. حزب شاس همون شاسگوله؟ احتمالاً. بعد نامش به عبری میشه شمری تورا سفارادیم. یعنی چی؟ یعنی پاسداران سفارادی تورات. اسم یه حزب سیاسی بزرگ در اسرائیله که همیشه در دولت بوده، وزیر داره تو دولت، کلی نماینده داره، 17 تا داشته، 14 تا داشته، الان هم 9 تا 10 تا نماینده داره تو مجلس. چهارمین حزب بزرگ اسرائیل، نامش مثل شبیه پاسداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه، اون نامش پاسداران تورات. شمری درست بخونم، شمری تورا سفارادیم، شالام شالوم علیکم. دکتر شالاب شلوپا، دکتر جایی شالاب شلوپا چیه میگی؟ من نه سردن نمیم اینا یه چیزیه بین من و منوچهر ساچمچی، بذارید بمونه. بله سپاه قدس جمهوری اسلامی هم مال ایناست دیگه، سپاه اورشلیم. آره خب دقیقا پاسداران سفارادی تورات یا نگهبانان تورات، پاسداران تورات. یه حزب سیاسیه، بعد این دولت سکولاره. پلیس زنایی رو که کنار دیوار ندبه با صدای بلند نماز میخونن دستگیر میکنه، بازداشت میکنه، جریمه میکنه. قانون دولتی زن حق نداره با صدای بلند نماز بخونه. بعد این شد دولت. البته خب از دموکراسی و سکولاریسم بیشتر از اینم نباید انتظار داشته باشیم، ولی خب چون اینا ادعای همونم میکنن، من که هیچ میانه با دموکراسی و سکولاریسم ندارم، ولی چون مشخص از تو اونا چی در میاد، ولی از توش یه کشوری مثل آلمان در میاد که حزب دموکرات مسیحی داره، ولی خب به هر روی میخوام بگم که اصلا همچین چیزی نیست. یه بحثی هم داریم در شیعه به نام تقیه یا دروغ مصلحت آمیز، اینم از تو تورات در اومده. اینا میان جلو دوربین میشینن فقط دروغ میگن، سند و مدرک ارائه نمیدن. برنامه پیشین ما رو که انجام دادیم، کدومش رو اومدن با سند و مدرک رد کردن؟ کدبان قاسمی گرامی، کدبان کمال پور گرامی، شما چیزی به یاد دارین؟ چیزی رو با سند و مدرک اومدن چیز بکنن، اومدن رد بکنن؟ شما چیزی شنیدین؟ دکتر جان فقط من اینجا بذاری تشکر کنم از این چغندر ناقل، چغندر عاشق کیه، اون برنامه نزدیک 200,000 تا رو کانالای رستاخیز سیمرغ رفت و اون چغندر عاشقم حالا اومد برنامه رو بازپخش کرد، یه 5,000 خورده هم اونجا رفت. اینجا یه تشکر بعد از این چغندر عاشق، این یکی برنامه رو هم لطفا پخش کن چغندر. سپاسگزارم از گفتتون. کدوان کمالپور گرامی، ببینید من به پرسش شما با ریزکاری بیشتری وقتی یک کمی در فرتورا رفتیم به جلوتر من پاسخ میدم، برای که ترتیب برنامه به هم نریزه. ببینید اینا میان تو برنامهشون میشنن ملت ایران رو مسخره میکنن، بعد با بیشربی میاد میگن که ما مذهبی نیستیم. خب چند بار باید موچ شما رو بگیریم که از سر تا پا شما آلوده باورهای انسان ستیزانه تورات و تلمود هستید؟ چند بار؟ یه بار؟ دو بار؟ ده بار؟ چند بار دارید تقیه میکنید؟ آقای رانی گوشواره، آقای منوچهر ساچمچی، خانم شقلی شامسیان، خانم کیکی، آقای کیکی، شما چند بار ما باید دست شما رو برای ملت ایران رو بکنیم؟ من واقعا عذاب میکشم. بعضی از همیهنان ما مینویسن که ما آرزو داریم بریم اسرائیل پناهنده بشیم. واقعا برای یک ایرانی خفت داره. دیدید توی ویدیو همیهنان ما چی میگفتن؟ همیهنان گرامی یهودی ما که هنوز مهر به ایران رو در دلشون تو اسرائیل نگه داشتن، که میگفتن ما اینجا شهروند درجه دویم، به ما توهین میکنن، از ما پرسشایی میپرسن که توهین‌آمیزه. ببخشید جناب دکتر، تو این ویدیو شماره 4 این صحبت ها بیان نشد. خب ویدئوی شماره 4 رو باید اینا توش می بود. شما مگه اون بحث همیهنان ما در اسرائیل نبود؟ این ویدیو در